سلام، چاکرم، نوکرم، من ایکس میلادم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با اخبار یوتیوبرها، یوتیوب نیوز در خدمت شما ایم. سریعا بریم سراغ اخبار. اولین خبر عجیب امروز رو با این استوری ایران پارودی شروع میکنیم. استوری عجیب و تیکه‌دار ایران پارودی توی اینستاگرام علیه آروین شو و اتفاقات و دعواهایی که بین این دو نفر رخ داد. اول استوری ایران پارودی رو میخونیم که راجع به آقای آروین شو بود. این سگ هاری که داره او میکنه همونیه که التماس میکنه ویدیویی که 3 سال پیش چیز کردم بهش رو پاک کنم. این سگ هار یه بار تو روم باغواخ کرد و یه بار پشت سرم حالا فلان کرد. کارش همینه، جدیش نگیرید. برای همین تو زیر زمین نگهش می‌دارم. این استوری اولش. استوری بعدیش اینه. من به خاطر توهین که به موجود باوفا سر کردم عذرخواهی می‌کنم. حالا این وجه خوبی نداره این استوریاش. و میرسیم سراغ استوری اصلی. آقای آروین همچین چیزی نوشته. خودت ننه بابا نداری، ننه بابا هیچ شرف نداری و همچین چیزی نوشته. راجع به یه بچه‌ایه. چند سال پیش با تامنیل‌های مثبتش خب نمی‌دونستیم بنده خدا. اومد ویدیو و خیلی ترند شد و دیگه حالا آقای آروین اومده باش صحبت کرد و اینا. اینجا هم گفته حالا یه ویدیو عذرخواهی هم داده این طرف، ویدیو این شکلیش هم پاک کرد و نمیدونسه ما باش صحبت کردیم. آقای آروین گفته آقای ایران پارودی نوشته اینو میذارم خطاب به اون فردی که بابت مسئله ای که برای ویدیو عذرخواهی گذاشتم هنوز صحبت میکنه. خبر خیلی عجیب غریبی بوده. یه چیز دیگه هم گذاشته، نوشته یکی تو جواب استوری ها لینک داد برای دیدن استریمش دوباره پیام بده. همین چیزی نوشته. این از این خبر و یه درامای نیمچه دراما بین این دو نفر ایران پارودی و آقای آروین شو رخ داده که امیدوارم از این اتفاقات اصلا نیفته تو یوتیوب فارسی. سریعا میریم سراغ خبر دوم. استوری آی دریا و یک حرف عجیب که یک حاشیه خیلی کوچولو شد. آی دریا با همچین استوری، خب دیگه فکر کنم میشناسید خانم آی دریا رو. میگه که اشکال نداره اگر مردها از زنها استفاده تبلیغاتی کنن، ولی قابل قبول نیست اگه زنها از ظاهرشون استفاده کنن. درست میگه. تو کامیونیتی فارسی چند تا یوتیوبر میشناسید که توی تامنیل ویدیوهاشون عکس از خانوما میذارن که خم شدن یا استفاده تبلیغاتی از بدن یه زن میکنن. حالا وقتی یه دختر تاپ تنگ میپوشه کلی فوش و چرت و پرت میشه. خود من تا الان چقدر دیدم که چون دختر هستم فالوور گرفتم. واقعا این کار زشته. حالا درسته، تا حدودی حرفش درسته و اگه جایی از حرفش هم اشتباه داره شما تو بخش کامنت ها بگید، من قاضی نیستم، قضاوت نمی کنم. میریم سراغ خبر بعدی. خب بچه ها، خبر بعدی ویدیو دادن پوتک با خلص است. بعد از اون طرف آقای پوتک با آریا هم ویدیو داده، از اون ور پیشرو رو آورد تو یوتیوب. خیلی این هفته فکر کنم پوتک واقعا روزای خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته. بازدیداش هم خدا رو شکر ماشاءالله خوبه. حالا به نظر شما ببینید، از این ور آقای پوتک میاد با خلص ویدیو میده، بعد با آقای آریا. حالا حساب کنید خلص و آریا سر پارساری با هم دیگه مشکل دارن. به نظر شما این ویدیو دادن ها، این حالا ارتباطات و پادرمیونی پوتک باعث نمیشه که آقای آریو و پارسا و خلصه دیگه این گذشته رو بذارن کنار رو با هم دوست بشن؟ واقعا یه اتفاق عجیب غریب میفته. بعدی درخواست ازدواج خانم پانیز با آقای فرهاد ایکسری که همچین چیزی خانم پانیز توی استوریش گذاشت که دارید میبینید روی صفحه و آقای فرهاد ایکسری رو تگ کرد. از اون ور فرهاد ایکسری روی استوری گذاشت همین استوری رو و گفت نه، من قبول نمی‌کنم درخواست ازدواج تو. حالا واقعا جریان این استوری چی بود؟ خاطر یکی از ویدیوهاشون بود و چیز عجیبی نیست. بریم سراغ خبر بعدی. بچه خبر بعدی 300 هزار تایی شدن آریا کوکسر و تبریک بهش. واقعا خیلی تلاش کرد تا به اینجا رسید، خیلی تلاش کرد و واقعا من از همینجا این کارشو خیلی بزرگ میدونم و امیدوارم یه روز خانواده ما ایکس ام فن که الان شدیم 600 نفره، باورم نمیشه، زودتر بشیم 1000 نفره که بریم برای بالا بالاها و ایکس ام فن رو بزرگ کنیم. میشه یه روز جشن 300 هزار تاییمون رو بگیریم؟ والا نمیدونم واقعا بشه نه، به هر حال چیز جالبی میشه. بریم سراغ خبر بعدی. بچه ها، خبر بعدی استوری پوتک راجع به این که نمیتونه ویدیو بذاره. نوشته درود بچه ها. بچه ها برای ضبط یک موزیک ویدیو باید به خارج از شهر میرفتم. سر همین من 6 تا ویدیو از قبل آماده کردم. به خاطر جنگ کارگردان زنگ زد و گفت کنسله، فعلا کنسله. برای همین من تصمیم گرفتم این ویدیوهای آماده رو بذارم و کمی استراحت کنم. از این ویدیوهای آماده فقط یکیش مونده که یهو امشب کارگردان زنگ زد و گفت فردا یعنی جمعه میریم برای ضبط موزیک ویدیو خارج از شهر. خب الان روزی که شما دارید این ویدیو رو می‌بینید شنبه است، یعنی روز قبل. من الان که دارم ویدیو میگیرم جمعه است. متاسفانه من 6 روز نیستم و نمیتونم ویدیو بذارم و از همه ویدیوهای آماده ام جز یکیش استفاده کردم. این موزیک ویدیو خیلی برام مهمه و پرخرجه و مجبورم برم. یه 6 روز نیستم، منو ببخشید، ولی یه ویدیو آماده دارم وسط این 6 روز میذارم. بابت این اتفاق از همه عذر میخوام. این آخرین باری که چنین اشتباهی میکنم، منو ببخشید. البته در اصل 5 روز ویدیو نداریم، چون 2 روز دیگه یک ویدیو آماده میذارم و 2 روز بعدش که برمیگردم کلا مثل روال همیشه هر روز ویدیو دارم.
عشق منه. خب آقای پوتک، خدا نکنه، دور از جونش، خود حرف خودشه، گفت اگه یه روزی حالا پوتک ویدیو نذاره فکر کنید مرده، خدا نکرده البته، خودش این حرف زده توی ویدیوهاش و یه خورده به خاطر کاراش زد زیر قولش و البته باید درکش کنیم، اشکال نداره، واقعا فدا سرش. میریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی بازم یه دراما ماننده و یه اتفاق عجیب غریبی. انتشار ویدیوی روس پرشین روس، حالا بعد یه دوره کرونا 5 روزه که خوبم شد خدا رو شکر، یه ویدیوی روس داد آقای پرشین روس راجع به همین نیکان و آقای هامیکیم و اون درامایی که بینشون بود و جواب داد با آقای نیکان یه جورایی. حالا قضیهش، حالا اگه نمیدونید، مربوط به اون قضیه است که یه اتفاقاتی افتاده بود، حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، من توی یوتیوب نیوزهای قبلی توضیح دادم، میتونید اونها رو ببینید و متوجه بشید. بریم سراغ خبر بعدی بچه ها. پیش هم اومدن آروین، هامی و فرشاد سایلنت که روی تصویرم دارید میبینید، استوری آقای آروین شو که استوری هامی رو گذاشته استوریش و خیلی باحاله این قاب، خیلی اتفاق خوبیه تو یوتیوب فارسی. بعد خبر خوب آروین برای طرفداراش نوشته فردا ولاگ و ویدیو بچه‌ها، گفته بودین که چی شد، من همین الان 2-3 تا ویدیو دارم که باید آپلود بشه ولی سرعت آپلودم اینجا خوب نیست، منتظرم امشب یه سیم کارت خوب با اینترنت نامطلوب بگیرم که کاراشو بکنم، 10 روز مسافرت، 10 تا ویدیو طبق قولی که دادم. البته این استوری کم قدیمیه، حالا چند روز پیشه، ولی الان فکر کنم تو روال 10 تا ویدیو هستش آقای آروین شو توی کانالش، چون خودش هم توی مسافرته. خبر بعدی که یه خبری که واقعا ناراحت شدیم دیگه هممون، خبر بعد اینه که متاسفانه آقای فرشاد سایلنت و آقای آریاکوکس، خودیگه میدونید چند روز پیش هم بودن، یه ویدیوی خیلی باحالی دادن که آقای فرشاد سایلنت توی همین استوری که دارید میبینید از پیش آقای آریاکوکس رفت. و از اون طرف یه خبر دیگه هم که هست، برای اولین بار آقای هامیکیم و آقای آروین شو همو دیدن از نزدیک و یک ویدیو خیلی باحال و خفن دادن که دارید تامنیلش اینجا میبینید. در کل همینه این خبر. میریم سراغ خبر بعدی بچه‌ها. کانال خوتن، ببینید خوتن، خب خانم خوتن رو میشناسید، کانال جدید زده به نام خوتن پلاس و توی این کانال جدیدش مشخص نیست میخواد چیکار کنه، ولی فعلا یه ویدیو داده که توی اون ویدیو یه سری توضیحات کوچیک داده که من اسپویل نمیکنم، اگه خواستید خودتون وارد کانالش بشید و ببینید که چه خبره توی کانال جدیدش. خبر بعدی بچه‌ها 600 تایی شدن کانال ماست. واقعا خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم، نمیدونم چجوری کجاتون رو ببوسم، چیز منظورم اینه که نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم، خیلی کار بزرگی کردید، فکرشو نمیکردم توی این مدت زمان کم 600 تایی بشیم. بریم واسه سورپرایز بعدی 1000 تایی شدن، منو سورپرایز کنید بچه ها. خانواده من XM فن یالات شاید بگید چقدر چیزه، کاری نداریم به این حرفا. میریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی 50000 تایی شدن آقای جبجوه. خبر دهم، خبر خیلی باحال و خیلی خفنی که خودم خیلی حال کردم با ویدیوهاشون، که ویدیوهای پشت سر آریاکوکسر، پشت سر هم البته، آریاکوکسر، فرشاد سایلند، کوسر، پارسالی با آی سی ویروس و مهمون ویژه اونها آقای هامی کی ام، که البته توی ویدیوهای اولشون هامی کی ام نبود و خودشون بودن، بعد هامی کی ام اضافه شد که الان دارین اینجا عکسش رو می‌بینید و البته الان هم که دارید این ویدیو رو میبینید که فرشاد سایلند یه برگشته متاسفانه و خب خیلی خبره بده، کاش همه اینا همیشه کنار هم بودن، بعد جمعشون جمع میشد، آروین هم میومد از اون برم، کوروش هم میومد، چه جمعش، عزیز محمدی کاش میومد، عزیز محمدی رفت ترکیه ولی نرفت آریا رو ببینه، کاش میرفت میدیدش، خیلی باحال میشد. خب خبر بعدی فعالیت لیتو، داداش دوقلو آریاکوکسر توی یوتیوب. چرا میگم داداش دوقلو؟ چون که اون روزای اولی که آقای آریاکوکسر توی یوتیوب اومده بود، خیلی‌ها میگفتن تو لیتوی، با لیتو اشتباه میگرفتنش، حتی خود منم همین اشتباه رو کردم. بعد از یه طرف دیگه آقای لیتو الان تو یوتیوب خیلی فعال شده، داره پشت سر هم ویدیو میذاره همینجوری رگباری، و از اون طرف هم واسه همین واژه داداش دوقلو رو استفاده کردم، البته بی‌ادبی نشد، بعضی ممکنه بهشون بر بخوره ناراحت بشن، شوخی میکنم، البته خب چیز خاصی نیست. خبر بعدی، خبر خیلی جنجالی که این یه مدت پیش یه حاشیه‌ای درست کرد عجیب غریب، بیا و ببین. تتلو سرقرشی که دیگه همه تون میدونید جریانش چیه، حالا کسایی هم که نمیدونم من یه توضیح کوچولوی بدم، کسایی هم که میدونن سب کنم که به خبر بعدی برسیم. آره ببینید، آقای تتلو اومد ویدیو سحر قرشی که توی کانال یوتیوب خودش گذاشته بود و گذاشت توی کامیونیتیش یا همون انجمن کانالش، بعد کانال سرقرشی هم که دارید میبینید دیگه، اون ویدیو هم 300-400 هزار تا ویو خورد و خیلی اتفاق عجیب و جنجالی بود. به هر حال زیاد واردش نمیشیم مسئله حاشیه.
خبر 13 پارسالی و خبر انتشار آلبومشو که به زودی آلبومشو منتشر میکنه و امیدوارم که یه آلبوم بوم باشه. خیلی دوست دارم مثلا این آلبوم منتشر بشه بعد یهو بگه من با تتلوی فیت توی این آلبوم دارم. واقعا اگه همچین خبری بشنوید شما چی کار میکنید؟ خوشحال میشید؟ خوشحال نمیشید؟ به هر حال گفتم چون که حالا خیلیاتون دارید این ویدیو رو میبینید از کانال آریا پارسا اینا میایید و یه طرف رویشون هم هستید قطعا و بگید از من تو بخش کامنت ها. و ببخشید من بابت این تامنیلی که گذاشتم صادقانه واسه بازدید گرفتم بود، معذرت میخوام، خیلی ببخشید. خانوادهمون بزرگتر بشه، بازدیدامون زیاد بشه، من دیگه این کار رو نمیکنم. فقط حمایت کنید ازم، خواهش کنم. هر چند نفر این ویدیو رو میبینید کانال منو سابسکرایب کنید یا همون مشترک شدن زنگولش رو فعال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. همین کار چند ثانیه، البته اصلا اجباری در کار نیست اگه دوست داشتید واقعا. دمتون گرم. خب دیگه خیلی میدونم حالا یکم ممکنه چقدر داره سوء استفاده میکنه، کاری به این نداریم بچه. خبر بعدی، حالا من روی برگه همه رو نوشتم، دارم از اون برگه میخونم، سرم پایینه واسه همونه. جیدال و کوکتل تیوی و حمایت از رپرهای نسل 4. خب آقای جیدال رو که همه شما میشناسید، یک رپر خیلی معروفه، و کوکتل تیوی هم یک یوتیوبری که راجع به رپرها فعالیت میکنه و باشون هم دوسته. واسه چی این گذاشتمش تو خبرها؟ چون که به کوکتل تیوی رپ داره، یک یوتیوبر که داره اینقدر پیشرفت میکنه، واقعا دمش گرم. و توی یه ویدیو که دارید روی صفحه میبینید، حالا من استوری آقای جیدال رو گذاشتم روی صفحه، یه ویدیو دادم با هم که از حالا رپرهای نسل 4 حمایت میکنن که روی تامنیلش هم حالا توی یوتیوبش هست و برید داخل یوتیوب کوکتل تیوی ببینیدش حتما. در کل همین از اخبار این هفته. اخبار خیلی مهم و خوبی بودن، ولی خب اخبارهای مهمتر ما هر هفته برای شما توی کانال من، یعنی کانال ایکس میلاد، میذاریم حتما. و فقط کافیه که من رو دنبال کنید تا از اخبار و حواشی یوتیوبرها بی خبر نمونید. در ضمن بچه‌ها، من یه مسابقه بین یوتیوبرها هم گذاشتم که دوشنبه و چهارشنبه ویدیوهاشو میذارم و شما هم میتونید رای بدید. دوشنبه و چهارشنبه یادتون نره، قسمت‌های قبلیش هم میتونید ببینید. من دیگه صحبتی نمونه بچه‌ها، عشقید، عاشق همتونم، سوتی دارم میگم دیگه. در کل دوستتون دارم، همین، عاشقتونم. بی تربیت خز، حرکت خزی بود. همین که دارم وقت شما رو علیکی میگیرم تا ویدیوی بعدی من ایکس میلاد. خدا نگهدار، منم ایکس میلادم. ایکس میلاد یاد باشه، ایکس میلاد، ایکس میلاد، ایکس میلاد، ایکس میلاد.